که نمیدانست روز است یا شب. دکتر ایگور چراغ را روشن کرده بود، اما هر روز صبح همین کار را میکرد. فقط وقتی ورونیکا به راه رو رسید و ماه را دید، فهمید بسیار بیشتر از آن که فکر میکرده خوابیده. در راه روی بخش متوجه تصویر قاب شده ای روی دیوار شد. عکس میدان اصلی لیوبلیانا بود، پیش از اینکه مجسمه پرسرن شاعر در آنجا نصب شود. در عکس زوجها داشتند قدم میزدند. احتمالاً یک روز یک شنبه بود. به تاریخ عکس نگاه کرد. تابستان سال 1910. تمام آن آدم ها که بچه ها و نوه هایشان هم دیگر مرده بودند، در یک لحظه خاص از زندگی خود منجمد شده بودند. زنها لباس های پرحجمی به تن داشتند و مردها همه کلاه به سر داشتند، پالتو پوشیده بودند، یترو کراوات یا همان که دیوانه ها تکه پارچه رنگی می نامند بسته و چتری زیر بازوی خود گرفته بودند. آن زمان هوا چقدر گرم بود؟ احتمالاً هوا به همان گرمی بود که تابستان‌های حالا هم هست، 35 درجه بالای صفر در سایه. اگر یک مرد انگلیسی با لباس‌های مناسب برای این گرما ظاهر می‌شد، با شلوار کوتاه و بلوز آستین کوتاه، مردم چه فکر می‌کردند؟ لابد دیوانه است. منظور دکتر ایگور را خوب درک کرده بود. همانطور که فهمیده بود هرچند همیشه احساس محبوب و محفوظ بودن کرده، عنصری را که برای تبدیل آن عشق به رستگاری لازم است کم دارد. باید به خودش اجازه می داد کمی دیوانه تر باشد. والدینش هنوز هم دوستش داشتند، اما او از ترسان که آزارشان بدهد چه آمد نداشت بهای رویایش را بپردازد. رویایی که در اعماق حافظش مدفون بود، هرچند گاهی در اثر شنیدن یک کنسرت و یا صفحه موسیقی زیبایی بیدار می شد. هر زمان رویایش از خواب بیدار می شد، احساس ناکامیش چنان شدید می شد که بیدرنگ دوباره آن را به خواب فرو می برد. ورونیکا از دوران کودکیش می دانست شغل حقیقی او نواختن پیانوست. چیزی بود که پس از دریافت نخستین درس پیانو احساس کرد، در 12 سالگی. معلمش هم استعداد او را فهمیده بود و تشویقش کرده بود حرفه‌ای شود. با این وجود هرگاه از بردن مسابقه در پیانو احساس رضایت می کرد و به مادرش می گفت قصد دارد همه چیز را کنار بگذارد و خودش را وقف پیانو کند، مادرش نگاهی عمیق به او می انداخت و می گفت عزیزم، هیچ کس با پیانو زدن به جایی نمی رسه. ورونیکا می گفت اما تو بودی که می خواستی من درس پیانو بگیرم. مادر گفت برای این که استعدادهای هنری خودتو پرورش بدی، همین. شوهر از بودن همچین چیزی در زنش خوشش میاد. میتونه توی مهمونیا پوزتو بده. پیانیست شدن رو فراموش کن. برو حقوق بخون که شغل آینده داریه. ورونیکا همون کاری را کرد که مادرش خواسته بود. مطمئن بود مادرش در زندگی تجربه کافی برای درک واقعیت دارد. درسش را تمام کرد، به دانشگاه رفت، مدرکش را با موفقیت گرفت. اما سرانجام با عنوان کتابدار مشغول کار شد. با خود گفت باید دیوونه تر می شدم. اما همانطور که بی تردید برای اغلب افراد رخ می دهد، این حقیقت را بسیار دیر فهمیده بود. می خواست راهش را ادامه دهد که یک نفر بازویش را گرفت. داروی قوی مسکن هنوز در رگهایش جریان داشت. برای همین بود که وقتی ادوارد اسکیزوفرنیک با اشتیاق او را به طرف دیگری برد، واکنشی نشان نداد. به طرف سالن استراحت رفتند. ماه هنوز نو بود و ورونیکا در پاسخ به خواهش بیکلام ادوارد پشت پیانو نشسته بود که صدایی را از تالار غذاخوری شنید. یک نفر داشت با لهجه خارجی صحبت می‌کرد که ورونیکا به یاد نداشت پیش از این در ویلت شنیده باشد. ادوارد، الان دلم نمی‌خواد پیانو بزنم. می‌خوام بدونم توی دنیا چی می‌گذره. اونجا از چی دارن صحبت می‌کنن؟ مرد کیه؟ ادوارد لبخند زد. شاید حتی یک کلمه از حرف‌های او را نمی‌فهمید. اما ورونیکا به یاد آورد که دکتر ایگور گفته بود اسکیزوفرنیک ها می توانند از واقعیت جداگانه خود بیرون بروند و برگردند. ادامه داد من خیلی زود می میرم. امیدوار بود کلماتش بر او تأثیری بگذارند. امروز مرگ با بالاش صورتم رو نوازش داد و فردا یا به همین زودی ها در خونم رو می زنه. تو هم خوب نیست عادت کنی هر شب به پیانو گوش بدی. ادوارد، هیچ کس نباید به چیزی عادت کنه. به من نگاه کن. تازه داشتم دوباره از خورشید، از کوها و حتی از مشکلات زندگیم لذت می بردم. کم کم داشتم می پذیرفتم بی‌معنایی زندگی تقصیر هیچ کسی جز خودم نیست. می خواستم دوباره میدون اصلی لیوبلیانا رو ببینم. احساس نفرت و عشق کنم.
احساس ناامیدی و یک نواختی کنم. تمام اون چیزای ساده و احمقانه‌ای که زندگی روزمره‌مون رو تشکیل میده. اما به وجود آدم لذت میبخشه. اگه یه روز بتونم از اینجا برم بیرون، به خودم اجازه میدم دیوونه باشم، چون همه دیوونن. البته دیوونه ترین آدم ها اونایی هن که نمیدونن دیوونن. اما مدام چیزی رو که بقیه بهشون میگن تکرار میکنن. اما هیچ کدوم از این حرفا ممکن نیست، میبینی؟ به همین خاطر تو هم نمیتونی تمام روز و منتظر رسیدن شب باشی تا یکی از بیمارا برات پیانو بزنه. چون خیلی زود تموم میشه و میره. جهان من و جهان تو به همین زودی ها تموم میشه. از جایش برخاست. با لطافت صورت پسرک را نوازش کرد و بعد به طرف تالار غذاخوری رفت. وقتی در را گشود با صحنه نامعمول روبرو شد. میزها و صندلی‌ها را به طرف دیوارها کشانده بودند و در مرکز تالار فضای باز بزرگی ایجاد شده بود. در آنجا اعضای انجمن برادری روی زمین نشسته بودند و به سخنان مردی با کت و شلوار و کراوات گوش می‌دادند. داشت می‌گفت: بعد از مولا نصرالدین استاد بزرگ سنت صوفیه دعوت کردند که سخنرانی کنه. وقتی در باز شد، همه حاضران به طرف ورونیکا برگشتند. مرد کت و شلوار به تن هم به طرف او برگشت. بفرمایید بشینین. ورونیکا روی زمین نشست. نزدیک به ماری، زن سپید مویی که در نخستین برخوردشان چنان تند با او رفتار کرده بود. ورونیکا با کمال تعجب دید که ماری لبخند خوش آمدی زد. مرد کت و شلوار ادامه داد. مولا نصرالدین برنامه ریزی کرد ساعت 2 بعد از ظهر سخنرانی کنه و انتظار می رفت پیروزی بزرگی رقم بخوره. چند هزار صندلی فروخته بودند و بیشتر از 700 نفر بیرون مانده بودند و از طریق تلویزیونی مدار بسته سخنرانی رو تماشا می کردن. سر ساعت 2 بعد از ظهر یکی از دستیارای مولا نصرالدین وارد شد و گفت: به دلایل اجتناب ناپذیر سخنرانی با تأخیر شروع میشه. بعضیا با عصبانیت از جا بلند شدن و پولشون رو پس گرفتن و رفتن. با این وجود همچنان کلی آدم داخل و خارج تالار سخنرانی باقی موندن. تا ساعت 4 بعد از ظهر استاد صوفی هنوز ظاهر نشده بود و مردم کم کم پولشون رو از اتاقه که بلیت فروشی پس میگرفتن و میرفتن. وقتی ساعت 6 شد از 1700 نفر اولیه کمتر از 100 نفر باقی مونده بودن. اون موقع مولا نصرالدین اومد. به شدت مست به نظر میرسید و مشغول خوشوبش با زن جوان و زیبایی شد که ردیف جلو نشسته بود. مردمی که مونده بودن کم کم حیرون و خشمگین شدن. این مرد چطور میتونست این طوری رفتار کنه؟ اونم وقتی که 4 ساعت تمام منتظرشون گذاشته بود. زمزمه‌های مخالفت برخاست، اما استاد صوفی نشنیده گرفت. با صدای بلندی به گفتن این موضوع ادامه داد که اون زن جوان چقدر دلفریبه و ازش دعوت کرد باش بره فرانسه. ورونیکا فکر کرد: از همون معلم هست. من که خیلی وقت این چیزها رو میدونم. مرد گفت: بعد از نفرین کردن کسایی که شکایت میکردن، مولا نصرالدین سعی کرد از جاش بلند شه. اما محکم روی زمین افتاد. چند نفر دیگه که بیزار شده بودن تصمیم گرفتن اونجا رو ترک کنن. میگفتن این کارا شیادیه. خبر این نمایش فاسد رو به روزنامه ها میگن. فقط 9 نفر باقی موندن. همین که آخرین گروه تماشاگران خشمگین اونجا رو ترک کردن، مولا نصرالدین از جاش بلند شد. کاملا هوشیار بود. چشماش میدرخشید و فضایی از خرد و قدرت اطرافش رو گرفته بود. گفت: از بین شما اونایی که موندن همونایی هستن که سخن منو میشنون. شما دوتا از سخت‌ترین آزمون‌های راه روحانی رو پشت سر گذاشتید. بردباری داشتید و منتظر لحظه موعود موندید و شهامت داشتین و از چیزی که دیدید ناامید نشدید. به شما درس میدم. و مولا نصرالدین راه و رسم صوفیان رو به اونها یاد داد. مرد مکس کرد و فلوت عجیبی رو از جیبش بیرون آورد. خب، حالا بهتر کمی استراحت کنیم و بعد مراقبه انجام میدیم. اعضای گروه از جا برخاستند. ورونیکا نمیدانست چه بکند. ماری دستش را گرفت و گفت: تو هم بلند شو. یه استراحت 5 دقیقه داریم. ورونیکا گفت: من میرم. نمیخوام مزاحم باشم. ماری او را به گوشه راهنمایی کرد. تو هیچ چیزی یاد نگرفتی؟ حتی با نزدیک شدن به مرگ؟ دست بردار از این فکر که تمام مدت مزاحمی، که شخص کناری تو داری اذیت میکنی. اگه مردم از تو خوششون نیاد میتونن اعتراض کنن. و اگه شهامت اعتراض ندارن
مشکل خودشونه. ورونیکا گفت اون روز اومدم سمت شما. داشتم کاری رو میکردم که هیچ وقت جرأتش رو نداشتم. زن گفت و به خودت اجازه دادی با شوخی یه آدم دیوونه تأخیر بشی؟ چرا فقط شمشیر تو رو نکردی؟ چی داشتی که از دست بدی؟ ورونیکا گفت وقارمو، چون جایی بودم که بودنمو نپذیرفته بودن. وقار چیه؟ این که بخوای همه فکر کنن تو خوب، خوش رفتار، سرشار از عشق به مردت هستی؟ ببینم، تو کمی احترام برای طبیعت قائلی؟ چند تا فیلم مستند حیواناتو تماشا کن، ببین چطور برای جایگاه خودشون می جنگن. همه ما از صمیم قلب سیلی تو رو تایید کردیم. دیگر وقتی برای ورونیکا نمانده بود که برای یافتن جایگاه خود بجنگد، پس موضوع رو عوض کرد و پرسید آن مرد کوچ‌شلوار به تن کیست؟ ماری خندید. خوبه، داری پیشرفت میکنی. حالا دیگه سوالم میکنی بدون اینکه نگران باشی حقش رو داری یا نه. اون استاد صوفیه. ورونیکا گفت صوفی یعنی چی؟ ماری گفت پشم. ورونیکا نفهمید. پشم؟ صوفیه سنت روحانی درویش هاست. استادهاش هرگز سعی نمی‌کنن نشون بدن چه خردمندن و شاگردهاشون با اجرای حرکات رقص چرخان وارد حالت خلسه میشن. که چی بشه؟ درست نمیدونم، اما گروه ما تصمیم گرفتن تمام تجربیات ممنوع رو بررسی کنن. در تمام عمرم دولت به ما آموخته بود که تنها هدف جستجو برای پیدا کردن معنای روحانی برای زندگی از یاد بردن مشکلات حقیقی مردمه. حالا بگو ببینم، فکر نمی‌کنی تلاش برای درک زندگی مشکل حقیقیه؟ بله همینطور بود. هرچند ورونیکا دیگر مطمئن نبود معنای واژه حقیقی چیست. مرد کدوشواری به قول ماری استاد صوفی از همه‌شان خواست دور یک دایره بنشینند. سپس تمام گل‌های یک گلدان را به جز یکی بیرون آورد. فقط یک گل سرخ باقی ماند و آن را در مرکز دایره قرار داد. ورونیکا به ماری گفت ببین کارمون به کجا رسیده. یادم دیوونه این فکر کرده پرورش گل توی زمستان ممکنه. و حالا سر تا سر اروپا در تمام طول سال گل سرخ داریم. فکر میکنی حتی استاد صوفی با تمام معلوماتش بتونه همچین کاری کنه؟ به نظر میرسید ماری افکارش را حد زده باشد. قضاوتو بذار برای بعد. سعی میکنم. هرچند تنها چیزی که دارم زمان حاله و همین حالا هم خیلی کوتاه به نظر میرسه. ماری گفت این تنها چیزیه که هر کسی داره و همیشه هم خیلی کوتاهه. هرچند بعضی از مردم معتقدن که گذشته‌ای دارن و میتونن ازش چیزایی رو جمع کنن و آینده‌ای دارن که از اون بیشتر جمع میکنن. صحبت زمان حال شد. من فکر میکنم تا جایی که جذبه حسی مورد نظر باشه باید کشف کنی تا کجا میتونی بری. ورونیکا گفت به خصوص اگه عشق من یه اسکیزوفرنیک باشه که همین حالا هم بیرون میستاده تا دوباره پیانو زدن منو بشنوه. ماری گفت اون که خیلی خوشتیپه. مرد کدشواری با درخواست سکوت صحبتشان را قطع کرد. به همه گفت بر گل سرخ تمرکز و ذهن خود را تخلیه کنند. ببینید افکار برمیگردند، اما سعی کنید کنارشون بزنید. دو تا انتخاب دارید. ذهن خودتون رو در اختیار بگیرید یا بذارید ذهنتون شما رو در اختیار بگیره. شما با تجربه دوم آشنایید. اجازه دادید ترسا و روان نجندیاتون و عدم امنیت شما رو جارو کنه. چون ما همه تمایلات خود تخریبی داریم. جنون رو با فقدان اختیار اشتباه نگیرید. یادتون باشه در سنت صوفی استاد مولا نصرالدین کسی که همه بهش میگن دیوونه و دقیقاً به این علت همشهریاشون رو دیوونه میدونن. چون که مولا نصرالدین میتونه هر چی که فکر میکنه بگه و هر کاری که میخواد بکنه. دلقکای دربارای قرون وسطا هم همینطور بودن. اونا پادشاه رو از خطراتی آگاه میکردن که وزرا جرأت اشاره بهشون رو نداشتن چون میترسیدن موقعیت خودشون رو از دست بدن. شما هم باید همینطور باشید. دیوانه بمونید اما مثل افراد عاقل عمل کنید. خطر متفاوت بودن رو بپذیرید اما یاد بگیرید بدون جلب توجه این کارو بکنید. حالا روی این گل تمرکز کنید و بذارید من حقیقی خودش رو آشکار کنه. ورونیکا پرسید من حقیقی چیه؟
احتمالاً هر کس دیگه ایم آنجا بود می دانست. اما چه اهمیتی داشت؟ او باید کمتر به آزار ندادن دیگران اهمیت بدهد. مرد از قطع صحبتش متعجب می نمود. اما پاسخ او را داد. همونیه که هستی. نه اونی که بقیه از تو ساختن. ورونیکا تصمیم گرفت این تمرین را انجام دهد و تا جایی که می توانست سخت بر کشف کیستی خودش تمرکز کرد. در آن روزها در ویلت چیزهایی را احساس کرده بود که پیش از آن هرگز با چنان شدتی حس نکرده بود. نفرت، عشق، ترس، کنجکاوی، تمنای زندگی. شاید ماری درست می گفت. آیا واقعا می دانست اوج لذت چه معنایی دارد؟ یا فقط تا جایی پیش رفته بود که دیگری می خواست او را ببرد؟ مرد شروع کرد به نواختن فلوت. موسیقی کم کم روحش را آرامش بخشید و توانست بر گل سرخ تمرکز کند. شاید تحت تأثیر مسکن بود، اما حقیقت این بود که از وقتی که از اتاق مشاوره دکتر ایگور خارج شده بود به شدت احساس سلامت می کرد. می دانست به زودی می میرد، پس چرا بترسد؟ هیچ حاصلی نداشت. از آن حمله قلبی کشنده جلوگیری نمی کرد. بهترین کار این بود که از روزها و ساعتهای باقی ماندهش لذت ببرد و کارهایی را انجام بدهد که پیش از آن هرگز نکرده بود. موسیقی ملایم بود و نور ضعیف تالار غذاخوری فضایی تقریبا مذهبی حکم فرما کرده بود. مذهب؟ چرا ورونیکا سعی نمی کرد تا اعماق درون خودش برود تا ببیند از اعتقاد و ایمانش چه مانده؟ در هر حال موسیقی او را به جای دیگری می برد. ذهنتو خالی کن. از اندیشیدن به هر چیزی دست بکش. فقط باش. ورونیکا خود را به این تجربه سپرد. به گل سرخ خیره شد. خودش را دید که کیست. آن را که دید دوست داشت و فقط احساس پشیمانی کرد که تا این اندازه عجله کرده است.